همراهان گرامی درود بر شما در حساس ترین روزهای منطقه در زیر سایه جنگ و البته بیم و امید نخستین بسته خبری امروز رو با خبری فوری و تحلیلی بران تقدیمتون میکنید. پیروزی تاریخی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پایان رژیم ملاها رقم خواهد خورد. اما پیش از پرداختن به این عنوان خبری از شما یاران مهربان کانال آوای ایران درخواست داریم لطفا این ویدیو رو لایک کنید و در انتهای ویدیو نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما بنویسید پیروزی تاریخی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پایان رژیم ملاها رقم خواهد خورد. در خبری فوری و بسیار مهم برای جهان و ایرانیان، دونالد ترامپ رسما به عنوان 47 مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. این بدترین خبر ممکن در بدترین زمان ممکن برای جمهوری اسلامی و علل خصوص رهبر پیر و دیکتاتور آن خواهد بود. با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، دیگر خبری از مماشات و سازش غرب با جمهوری اسلامی نخواهد بود و فشار حداکثری همانند سال 2016 می تواند جمهوری اسلامی را یک گام دیگر به سقوط نزدیک کند. دونالد ترامپ در جمع هواداران خود در مرکز همایش های پالم بیچ حضور یافت و اعلام پیروزی کرد او در نطخ پیروزی خود گفت علاوه بر کسب اکثریت آرای الکترال همچنین در رگیری عمومی هم پیروز شده که جالب است ترامپ این انتخابات را بزرگترین جنبش سیاسی تاریخ آمریکا خواند و گفت به یک نتیجه و پیروزی سیاسی باور نکردنی رسیدیم که مشابه آن در تاریخ آمریکا وجود نداشته است او خطاب به هوادارانش گفت برای آنها و آینده خانواده هایشان خواهد جنگید و تأکید کرد آمریکا به ما یک مأموریت قوی و بیسابقه داده است ترامپ در بخشی از سخنرانی خود با تأکید بر اینکه باید مرزهای آمریکا روی مهاجران غیرقانونی بسته شود گفت میخواهیم به کشور خود کمک کنیم که التیام پیدا کند و کشور و مرز خود را سامان خواهیم داد او به نتایج رأیگیری در مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم اشاره کرد و گفت تعداد پیروزیها در سنا واقعا باور نکردنی و تماشایش شگفتانگیز بود. هیچ کس انتظارش را نداشت. ترامپ در ادامه افسود به نظر می رسد که کنترل مجلس نمایندگان را هم حفظ خواهیم کرد. ترامپ از ایلان ماسک با عنوان یک ستاره جدید و ابرنابغه یاد کرد و گفت ماهواره های استارلینگ او جان افراد بسیاری را در کارولینای شمالی نجات داد. او وعده ارائه بهترین عمل کرد و دگرگونی شرایط را به هوادارانش داد و گفت امروز به عنوان روزی که آمریکایی ها کنترل کشور خود را دوباره به دست گرفتند در یاد خواهد ماند. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری ماننده عربستان سعودی و روسیه نفت دارد و وعده داد که مالیات ها را کاهش دهد. ترامپ بر تامین امنیت آمریکا و پرهیز از جنگ نیز تاکید کرد و گفت در چهار سال قبلی که او رئیس جمهور بود، آمریکا در هیچ جنگی نبود و فقط داعش را از بین برد. او گفت خیلی ها به من گفتن که خداوند جانم را نجات داده و این حکمتی داشته. من مأموریت داشتم که آمریکا را نجات دهم. ترامپ در ادامه گفت آمریکا را دوباره امن، شکوفا و قوی کرده و در اولویت قرار خواهد داد تا این کشور دوباره احیا شود. او در پایان نطق پیروزی خود خطاب به هوادارانش گفت شما را از خودم معیوس نخواهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بازگشت تاریخی دونالد ترامپ را به کاخ سفید تبریک گفت. او گفت این بازگشت شروعی جدید برای آمریکاست و تعهدی قوی برای اتحاد بزرگ بین اسرائیل و ایالات متحده ایجاد می کند. همچنین تعدادی از وزیران کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات آمریکا از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید ابراز خوشنودی کردند. ایتمار بنگویر سیاستمدار راستگرا و وزیر امنیت ملی اسرائیل در پیامی در ایکس خوشحالی خود را از پیروزی احتمالی ترامپ ابراز کرد. وزیران آموزش و فرهنگ در دولت اطلافی اسرائیل نیز پیروزی احتمالی ترامپ را تبریک گفتند. با راه یافتن دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، او احتمالا سیاست های سخت تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد. ترامپ قصد دارد به جنگ روسیه و اوکراین پایان داده و بسیاری از سیاست های جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا را در حوزه مهاجرت، محیط زیست، تجارت و آموزش لغو کند. ترامپ معتقد است در دولت بایدن تهران به یک تهدید بزرگتر تبدیل شده. او بارها از سیاست های فعلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به دلیل افزایش های تهران و تنشها در خاورمیانه انتقاد کرده است. رئیس جمهور جدید آمریکا در دوره اول ریاست جمهوریش با اقداماتی مانند بازگرداندن یا افزایش تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها بر صادرات نفت ایران، فشار اقتصادی را بر جمهوری اسلامی افزایش داد و با بازگشتش به کاخ سفید، قطعا بار دیگر این اقدامات را تشدید خواهد کرد. جمهوری اسلامی تمایل داشت کامالا هریس رئیس جمهوری آمریکا شود، زیرا علی خامنه‌ای معتقد است هریس به سیاست‌های جو بایدن ادامه خواهد داد که به نظر تهران بیشتر به سمت مماشات با این نظام گرایش دارد. جمهوری اسلامی از خبر پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا وحشت زده است و خامنه ای از بازگشت او به کاخ سفید در ترس و حراس حکومت ایران نه تنها با ریاست جمهوری ترامپ مخالف است بلکه به طور جدی از آن نگران است این نگرانی دلایلی دارد ترامپ پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری در سال 2016 از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در پیش گرفت این سیاست باعث شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی از حدود دو میلیون و هزار بشکه در روز به کمتر از 200 هزار بشکه برسد. خروج از برجام و کاهش شدید صادرات نفت فشار اقتصادی زیادی بر جمهوری اسلامی وارد کرد. در کنار این، ترامپ در یک اقدام جسورانه دستور کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. این حمله که برای جمهوری اسلامی شوک بزرگی بود، در حالی رخ داد که حتی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در زمان حضور سلیمانی در تیررس نیروهای آمریکایی به دلایل مختلف چنین دستوری را صادر نکرده بود این اقدام ترامپ و سیاست فشار حداکثری او باعث شد که خامنه ای به طور خاصی از ترامپ متنفر شود و حالا از بازگشت او به ریاست جمهوری به شدت نگران باشد ترس دیگر جمهوری اسلامی از ترامپ به توافق ابراهیم برمیگردد ترامپ با پیشبرد این توافق که منجر به عادیسازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی و بهرین شد جمهوری اسلامی را در منطقه بیشتر منظوی کرد این توافق به اسرائیل اجازه داد تا در منطقه خلیج فارس حضور امنیتی بیشتری داشته باشد و تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی نیز باعث شد این کشورها به سمت اسرائیل متمایل شوند رهبر جمهوری اسلامی از این تحولات منطقی ناراضی بود و به همین دلیل تهران به حمایت از حماس در حمله به اسرائیل متوسل شد تا روند عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را متوقف کند. جمهوری اسلامی مایل بود کامالا هریس در انتخابات آمریکا پیروز شود. هریس در چهار سال گذشته معاون بایدن بوده و با او در سیاست مماشات در قبال جمهوری اسلامی شریک بوده است. بایدن با کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ترامپ و چشم پوشی از صادرات نفت قاچاق جمهوری اسلامی به چین و سایر کشورها به حکومت ایران اجازه داد صادرات نفت خود را افزایش دهد. همچنین تیم بایدن و هریس با آزادسازی برخی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی منابع مالی بیشتری برای این نظام فراهم کرد که در تقویت گروههای مانند حزب الله و حماس موثر بود. از دیگر اقدامات تیم بایدن که نگرانی جمهوری اسلامی از بازگشت ترامپ را بیشتر می کند، جلوگیری از حملات گسترده اسرائیل به تأسیسات حیاتی جمهوری اسلامی در دو حمله اخیر بود. بایدن با اعمال فشار بر اسرائیل مانع از حمله به تأسیسات حساس جمهوری اسلامی شد، اما حالا که ترامپ دوباره رئیس جمهور شده، جمهوری اسلامی این نگرانی را دارد که دیگر جلوی حملات اسرائیل گرفته نخواهد شد. ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود سه اقدام بزرگ برای اسرائیل انجام داد. کمک به عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین، انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و به رسمیت شناختن الحاق بلندی های جولان به اسرائیل. این اقدامات جایگاه ترامپ را در میانی اسرائیلی ها تر کرد و جمهوری اسلامی را نگران تر. بزرگترین ترس جمهوری اسلامی از ریاست جمهوری مجدد ترامپ این است که او ممکن است نه تنها سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را احیا کند و صادرات نفت آن را محدود سازد بلکه حمایت خود را از اسرائیل نیز افزایش دهد و به این کشور اجازه دهد با دست باستری علیه جمهوری اسلامی اقدام کند حتی اعلام پیروزی ترامپ هم در انتخابات میتواند به سرعت بر معادلات منطقه تاثیر بگذارد اعتماد به نفس اسرائیل را افزایش دهد و جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار دهد آن هم در آستانه جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل. همراهان عزیز این بود بسته خبری امروز ما امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر لایک و هر کامنت شما یاران مهربان انرژی بخش ما در این مسیر سخته. پاینده ایران